باش وی خدا رحمتش کنه، آلبوم دیگه بابا اونقدرم چاق نشد. سامی مسیج دزد چقدر چاق شد، ستون موامو زدم دوربین بچه‌هاست، اونطوری نیست که مثلا کلن دوربین بگیرم پایین تر بدتر میشه، بگیرم بالتر با من حرف نزن. استوریو همینه آقا، یادت یه بار اومدم بخونم رو بیتت تو لایف و دیلی 10 ثانیه ای داشت، نمیدونستم بلد نبودم، خیلی زایه بود، بعدا دیدم خودم فهمیدم چه افتضاح. نوشته با کاردی بی فیت میدی یا نه؟ من دنبال کاردی ای هم در به در، نمیدونم دیدی نه استوریا خالی دست ما من دنبال کاردی ای هم میخوام ببینم. رضا اومد گفت همه جا میام، پیچید به بازی هیچ جا هم نمیاد. آقا همه تون بدونید رضا اینجا تو لایف نمیاد. او عمو رضا یه سر داره ما رو میپیچونه رو بیت ما که نمیخونه، این همه ما میگیم کار کنیم نمیخونه نمیخونه بابا. تا حالا 3 بار مثلا کار دادم بهش، بعد 1 سال گفته فازشو ندارم پوریا. اصلا خیلی سخته با رضا کار کردن. یعنی الان وقت این نیست که بگی فیت با فلان فیت با بیسار را. الان نظرم راجع به هر کی بپرسی میگم، تویی که داری کامنت میذاری شروع کن. نظرم راجع به هر خواننده ای. آقا شب عیدیه دیگه، میخوایم نظرمون راجع به همه بگیم، نظر بپرسیم. الان چه جوری میشه؟ ستایی میشه یا نه؟ اگر یکی دیگر رو اکسپت کنم چی میشه لایف؟ ستایی میشه. خیلی عالیه. ببین کار با من سخته ها. سلام آقا، خیلی جای کردیم. یعنی اون قبوحت موریشو که من دیدم واقعا، من معذرت میخوام که گفتم رضا نمیاد بالا. من اومدم که بهت ثابت کنم همه حرفاتم راست نیست، بعضی وقتا میتونه اشتباه محاسباتی باشه. امروزم نیومدی، دیروزم نیومدی دیگه، ارسلان بود. سال دیگه میام. سال دیگه میای خدایی؟ آره خدایی، که یه چیزی مورد پس فردا اینو. آره اگه بیای که خیلی خوبه، تازه شاید یه شمال هم رفتیم با هم دیگه. امروز داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، اگه پایه باشه که بیا بریم شمال. آشی چطوری؟ خسته نباشی. خوبیه، میکردم. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا رو کرده. آره آره خدایی، خیلی کار سختیه. ببین اگه دست تو کار باشه میدینی چقدر پیچیده است اون حرکتی که این کرده. من مخوقم نمیکشه، یعنی من فکر کنم مثلا دقیقه 2 اینا دیگه کار رو بذارم زمین برم. بابا میگم داشتم گوش میدادم مثلا دیگه واقعا هی میگفتم بابا ای بابا عجب بیتی زده، تکراری نمیشه و اینا، چه خوبه اینا. بعد گفتم خب دیگه آخرای کاره، مثلا یه چند تا استان رد کرد و زدم، میگم نه اصلا تازه دقیقه 7ه. من یه جای ماجرا یادمه که یه وایسی از در واقع کسی که داشت تدوین میکرد بعد اومد برای جرشا که داشت میگفت مگه بازم داره، میگفت مثلا این گفته بود این 2-3 تا آخریشه. بعد مثلا وقتی داشت این اتفاق میافتاد مثلا حداقل 15-20 تا دیگه مونده بودا، یعنی 15-20 نفر دیگه رو باید تدوین میکرد اونجا که فکر میکرد آخر کاره. اصلا یه وضعیتی خیلی باحال بود. بعد رضا چقدر خوب خونده بودن همه، من اصلا فکرش هم نمی کردم انقدر خوب بخونن با گویش خودشون. بعد چه مثلا چی میگن ستاپ فیلم برداری همه تو شهرهای خودشون ران کرد، خیلی باحال بود همه چی. آره بعضی از لوکیشن ها حسادت برانگیز بود، یعنی آدم فکر میکرد که اصلا چه جای خفنی واسه چی؟ تعداد قد شد، سعید چیکار کرده؟ میگم ستاپا رو که همه رو سعید خودش برد. نه آره سعید که خیلی کار سختی کرده، بهش میگم یه 6 ماهی علاف بودیم، میگه ستون 6 ماه چیه 2 ساله دارم کار.
میگه فقط یه سال مسافرت هم. ببین هم اصلا تو اینو تصور کن که یه پیامی هست که تو قرار 40 نفر آدم ازش خبردار بشن، بعد هر کدوم هم نماز و ادای خودشونو دارن، مثلا یکیش خود من، بعد فرض کن اینو یه دونه پیامو بخوای به همه برسونی چه اتفاقی میفته، بعد فرض کن مثلا 15 تا پیام باشه تو طول این مدت و اینو پدر در میاد آدم واقعا. سه نفر اصلا کرده. بعد خوبم در اومده، من فکر نمی کردم نتیجهش خوب درات. آره من به خروجی شک نداشتم، یعنی حس میکردم که آخه میدونی اینقدر کیفیت کار متنوع بود که تو یعنی با هر سلیقه هر شکلی مثلا میتونستی یه تیکش خوشت بیاد. من فکر میکردم که مثلا یه چیز جالبی که امروز داشتم تو قاسم صحبت میکردم بود که فکر میکردم بلندیه مثلا کار که مثلا چه میدونم اینقدر دقیقه مثلا 13-14 دقیقه آهنگه، خب به تب مثلا واسه هر کی گذاشته بودم رو ورس 2-3 دیگه چشا مثلا یا خمیازه و اینا میومد بالا، اونایی که مثلا میدونی خیلی حالا مثلا بگی سفت رپ گوش کن نیستم، ولی چیز بود دیدم که خورد خورد هر کسی هر جاشو حال کرده اونجاشو داره گوش میکنه، میدونی 15 ثانیه مثلا شاید یارو تو آهنگه 10 تا مثلا 15 ثانیه رو برداشته با خودش اونا رو گوش میده مثلا، یعنی بله. بیشتر اون ورسا معنی دو همه اینه خلال کردن که هر کی مثلا یه ورس داره بقیه هم مثلا مخاطبا هم فهمیدن که آقا یه ورس بوده کلا سهم هر کسی و اون ورس قضاوت میشه، نه اینکه تو بیای بگی آقا مجموعه کار تو 3 تا صدا رو بغل هم نمیتونه آدم مثلا سخت میشه که بخوای کنار هم مرتب کنی میتونه مستر کنی تو این همه تنوع رو میگم دیگه، اصلا اینا خون اومدن سر این پروژه، خیلی خفن بود پروژه ولی واقعا واقعا دمی که من ها کردم، یعنی پشت کار و اراده و اینا قابل ستایشه، یعنی چیزایی که میدونی مثلا دیگه کوالیتی کاری ندارم، اینکه آدمی این تعهد بده که یه همچین چیزی رو تموم کنه من میدونم که کار سختیه، یعنی با دمت گرم که انجامش بده. این چی میگن لایک فراوان رضا کار نمیدی؟ همه هم چیز کردن دیگه، همه هم همکاری کرد دمشتون گرم کردن. آره آره ولی به هر حال وزنه سنگینی رو دوشت بوده. من کار نمیدم پوریا جان. بابا یعنی چی چرا کار نمیدی؟ اتفاقا ارسلان موسوی داشت میگفت رضا چرا نمیخونه؟ من گفتم که ستون من نمیدونم که باید بخونه دیگه. آخه کارم ارسلان رو دیدم من امروز امروز با ارسلان صحبت هم کردیم و اینا اتفاقا کارمارم گذاشت اینا. من چیز میکنم من دیگه با یه سری آهنگای در واقع خیلی متفاوت و خفن میام خدمتتون، ولی نکته اینه که حالم گفتم دیگه همه میدونید دیگه حالم اوکی نه ولی اوکی شدم در کل دیگه، الان مثلا دیگه شکوایی وجود نداره و مشکلی هم نیست، میزنم مثلا در واقع بعد سال جدید منتظرت باشم میای اینجا دیگه من حتی ممکنه دوشنبه اینا واقعا بیام چون تهران خلوت که میشه من خیلی خوشم میام تهران، خیلی خوب کردیم بیا یه غذا درست کنیم بزنیم تو خیابون. آره رفتم برای سال جدید خرید کردم. خوب کردی. آره کرد. دیگه چه خبر؟ دیگه چون مایه در موضوع متفاوتی من خفن چیه؟ آلبومه رضا؟ من یقه میکنم. میخوام تاکسی بزنم. یقه. چیز نه ببین ایده اونجوری ندارم ولی واقعا کار قشنگی میکنم. خوشحال بشید یعنی همه خوشحال بشن نکتش اینه کار کوچولو موچولو دیگه نیستم به کار ترتمیز چیز حالا ولی با آلبوم که باید فکر کنم ولی نه فکر میکنم یه سینگلی بدم خیلی زود و اینا یه موضوع خیلی خوب برداشتم میگم تو آزم مثلا چه میدونم 2-3 روزی که مغزم راحت شد و میتونم مثلا چه میدونم کار دیگه بکنم موسیقی گوش بدم حالش میره تو تنم یا مثلا یه ساعت میتونم موزیک گوش بدم بعد دیگه یا دیگه نمیتونم گوش کنم حالا امیدوارم شهر خلوته دیگه الان بهترین زمان ممکن آره دیگه الان اگه به هرچی بنویسم من دیگه تا تابستون همونه دیگه تا آخر تابستون تو این یه هفته آینده هرچی بنویسم تا آخر تابستون ریلیز داریم ننویسم رفتیم برای ایشالله عید بعدی دیگه کم کم دیگه اومه هی لالو تو این استوری ها و پوست ها ازت کار میشنم هم که نشینم اصلا نمیدونم داری دقیقا چی کار میکنی اینجا مثلا نگاه تو مایه لایه مثلا پرونده دیدی یه کاغذ میذاره یواشکی میده بیرون و اینو بی سر و صدا خیلی هامبل و مثلا همش سر کارم و یه دونه می نویسم و میرم سعید میگه آشغاله و
میگم که خب خیلی خب حالا اونو من همینجوری میدم بیرون فعلا. اونایی که نمیشه رو دیگه میخوام، اونایی که نمیشه رو عزمو رو گرفتم از سعید همینجوری فری استایلی بخونم بره دیگه. هرچی نوشتم سعید گفت آشغاله. اونجوری قرار بشه یزید. خدا یه بی پرواترین آقا نمیشه دیگه، همینه دیگه، خیلی کار نمیشه. آقای کاغانو بگی به صحبت که اونجا سوسکی نشست و صداش هم در نمیاد. هفته یا دو تا آهنگ داره ریلیز میکنه. دقایق پیش یک خانواده سه رو نمیدی با مشی چیکار کنیم دیگه؟ 100 نفر آدم جمع کنم کیو بیارم؟ نه دیگه خانواده سه دیگه تکناین و ایناست برنامه. بعد جهان بزنیم دعید جرشا رو میفرستیم خارج از کشور. سعید را میفته با همون تیم کالیفرنیا هی هم قر میزنه میگه حاج اینقدر سخته، اینقدر مسافرت رفتن سخته. رفتیم لس آنجلس پوستم کنده شد تا کارو تونستیم بگیریم. برنامه خانوادگی سمونه دیگه خدایی. داشتی گفت میخوام یه چند وقتی استراحت چیز کنم، واقعا فکر کنم بتونه از جاذبه های شهر خودشون بالاخره استفاده کنه، بره مثلا لبه دریایی یه مثلا. آره بابا خدایی، ولی خیلی کار پر زحمت خفنی کرده خیلی. وای یه چیزی من این انقدر برام خنده داره مثلا دارم میخوام واسه همه تعریف کنم. میسش کردم دیشب ویدیو که اومد و اینا، من دستم بند بود و اینا نرسیدم سر وقت بذارم. وقتی گذاشتم و اینا مثلا یه ذره طول کشید، مثلا یه ذره 20 دقیقه فاصله داشت با زمان اصلیش. بعد کاری ندارم آخر شب شد دیگه، مثلا بعد بابام اینجا بود داشتیم با هم فیلم میدیدیم و اینو، گفتم بابا راستی مثلا الان وصل کامپیوتر یه دقیقه این ویدیو هم بذاریم مثلا تو تلویزیون گنده است با هم ببینیم. خلاصه بابام نشستی تماشا کردم و بابام خوابش میمد یه مثلا دوتا رو میشنید یه دیرا رو مثلا چورت میزد این صحبت ها. بعد یه منم وایساده بودم، بعد ببین مثلا چیز داره دیگه، این خیلی این نکته رو میخواستم به مثلا اشکان رو بیتا مثلا بعضی که شروع میشه مثلا اون صدای نیمبوه یه صدایی مثلا این شکلی چیزه، یهو اصلا یه حالی یه شعور عجیبی تو آدم ایجاد میکنه بعضیش. مثلا من سر ورس سمنان مثلا اولش که میشینم دو سه بار اشکم هم میومد تو چشم این ساعت اون صدای مثلا حالا شیپور نمیدونم هرچی anyway. چیز کاری ندارم، خصوصا من اینجا داشتم ذوق میکردم و فلان و این صحبت ها، بعد دیگه به ورس خودم رسید و دیگه مثلا خب بابات هم داره تماشا میکنه اینجوری خیلی باحال و اینا، یه غروری هم گرفته بود. بعد تموم شد کار و اینا و با اون نما کرد گفت شما توش نبودی. بعد منو میگی اصلا با هم دو تایی هم گفتم بابا من یه ساعت اینجا وایسادم حال کردم واسه خاطر که تو داری تماشا کنی ندیدی منو توش، من کپی برابر اصل خودتم فقط مثلا یه ذره چیده. آخه میدونی تصورش این بود که من این ریختی مثلا با ریش و موی بلند میبینه و این ساعت اونجا چون موام کوتاه و اینا نه چیز نکرده بود. اخه گفتم من اینو فیلم میگرفتم، چون مثلا قرار بود که مثلا اگه مثلا داری تماشا میکنی فیلم مثلا یه ریاکشنی هم باشه و اینا، مثلا گفتم این بهتری ریاکشن بود تماشا شما نبودی تو کار مثلا. چیز بودی رضا؟ تهران بودی تو کار؟ آره من بله. از نمایندگی استان تهران بودی شما؟ بله مرکز. رپرهای بهتری از تهران هستن واسه خانواده. خیلی هم من پرسیده بودن، خیلی از دوستان سوال کرده بودن که چرا تو نبودی. من گفتم آخه استان تهران رپر زیاد داره. من نمیشد ببین اگه میخواستن همه رو بیارن که فکر کنم همه اینا رو مثلا یه 4-5 سال نمیدیدیم دیگه تا بچه ها کار تعبیر میدادن. از تهران فقط معروف ها رو میابردن که کار رو یکم پوش کنه اصلا. خیلی همه چیش درست بود، ولی پس چقدر خوب خونده بودن بچه های چیز با گویش های مختلف. خیلی عجیب بوده. ترک ها چقدر با حال خونده بودن، تاپ لیول چاپری اینجوری خیلی با حال بود. من برس قزوین رو خیلی دوست داشتم، بعد خیلی بهم چسبید، یه شیطنت و یه لحنه در واقع طنزآمیزی توش وجود داشت، ولی بس جدی بود، ولی صدا و اینا چیز
ولی آره مثلا میلاد هانیبال رو خیلی جالبه، من فکر میکردم که چیزه، من ندیده بودم صورتش اینا رو، بعد فکر میکردم که یه آدم مثلا خیلی مثلا چغر و چه میدونم صورت مثلا علی سورنو توری مثلا نه اخمی و صورت پر و اینا، بعد یه آدم لاغر و مرتب و خیلی خیلی قیافت رو لباس کردی اون جدیت رو میفته دیگه، یه لباسه که نه که جدیت رو منظور که یه لباسی که اون شونمونه هاشو اینا یه شکلی که چیز میندازه مثلا یه حالت آره میدونی آدم یه حالت مهربانونه نمیگیره، بعد چه ورسی با چه فلوی سنگین، خیلی حال کرد انرژی زیاد میدونی. مثلا پرهام سرزارم من نمیدونستم مثلا با گویش خودش میخونه، گیلکی خونده بود فکر کنم. آره من کلا خیلی بهونه خوبی بود، خیلی از بچه‌ای که خونده بودن رپرای معروفی هم به نسبت خودشون با لهجه فارسی آره بدون لهجه، ولی و اونا اومده بودن با لهجه خودشون خونده بودن، مثلا حامد اسلش هم همینطور، خیلی باحال شده بود، به اسم خیلی حامد باحال. استش پارت دو توش دوش که در واقع چیز میشه، در واقع شوت فلوک عوض میشه، من اونجا قشنگش میکنم صدای یارو نیان زیر شیوه یه سوتی میزنه باش هماهنگ و اینا چیز دیگه، دیگه خیلی خیلی هر کدوم یه جوری باله، مثلا چه میدونم مثلا چیز اهواز خیلی دوست داشتم مثلا شروعش یا مثلا فلان اینا، و خود دوستان که میخونم خیلی قیافش اینا رو خوشم میاد، چشای پف کرده ورس سعید اجدر رو خیلی دوست داشتم فلوی، ولی خب داره چیزه آره دیگه خیلی بانمکی بود. داره اون وقت سعید داشت هم دیگه، تهران سعید اجدر اومده بود به عنوان تهران البرز اومده، کرج. البرز بود، من فکر کنم عراق آره میخونه. آره من ما هم اشکام با باشم کاشان و عراق فکر کردیم، من آره. با ما هم داشتیم میدیم گفت کاشان اینجاست همچی چیز، کاشان داشتیم اشکام، کاشان چی میشه مرکزی کجا میشه؟ کاشان خودش استان نیست؟ من نمیتونم اسمان بهتون بگم، من باید گوشی استان استفاده کنم جغرافیامون یه لبمون گلم. آقا کاغان به ما بگید این پروژه چقدر گنده بوده، چجوری میکس کردی اینو اون همه صدا و لاین و اینا رو؟ میکس آخر رو که نهایی که من نکردم حسین موسوی کرده، ولی بیتون کامپیوتر خریدی واسه این پروژه نه؟ من وسطش مجبور شدم ارتقا بدم جدی. آره من همین سوال همین بود، چقدر رم میگرفت وقتی داشت مثلا پروژه انجام میشد و اینا اون همه فایل و اینا لود میشد، باید چه رم باید مثلا 128 گیگ میداشتی؟ من رمم قبل استارت 16 بود، بعد نمیکشید، کردم 32، بازم آخرا نمیکشید، یعنی 4 5 تا ورس دونه دونه تو پروژه های مختلف زدم آوردم اکسپورت گرفتم دادم به میکسمن. آره میو پوسته پروسسور کنده میشه. چقدر حیف بود ارسلان نبود. ارسلان آره فکر کنم نداشت باشه. چی؟ یا فکر کنم بهش پیشنهادم داده بودم. آره آره دوست نداشت باشه. آره بازم نمیدونم داستانه از چه قرار بود، مهم برای من مهم نیست که خودش دوست داشته یا نه. نه خیلی چیزه آخه، ولی ببین کلا ببین واسه مثلا اینکه تو بخوای پرچم اونجایی که هستی رو بالا ببری، یعنی رپرزنت کنی یا معرفی کنی اونجا رو، میدونی مثلا ارسلان همین خودش هم اصلا خیلی روح هنرمندی داره میدونی، یعنی نمیتونی ازش مثلا یهو بخوای مثلا اسم یه کوچه مثلا یزدوبا یه حس چیز میدونی، آدمایی که مثلا اونجور زندگی ها رو کردن میتونن چیز کنن میدونی، یعنی چی حرفایی رو راحت بزنن، بعد باشی تو دل چیز اصلا مثلا خیلی خیلی پسر چیزیه میدونی، یعنی چی میگن انتلکت حساب میشه تو اون جامعه یزدی میدونی. آره ولی کلون خودش میگفتش که مثلا هوشمندانه آره خودش میگفتش که من گزینه خوبی نبودم، یعنی گزینه خوبی بوده ولی میگم خوش مثلا درونی کسی نبودم که بتونه اون کارا رو قشنگ انجام بده. تو هم برسه یزد من خوشم میاد، یزد من خیلی باحاله، من میشنوم یه ذره چیز داریم بک فامیلی داریم اونجا و اینا، خیلی کلا لهجه خفنیه با نمکه، خیلی لهجه خفنیه دیگه، خانوادگی کلا فکر کنم خفن ترین اتفاق این چند وقت بود دیگه، خیلی عالی بود. آقا این برخورد ها من چرا منو دعوت نمی کنه احسان؟ چرا من به احسان بر نمی خورم؟
خب الان گفتی دیگه. آره الان ببین گفتی اینجوریه، هر دم عیده و دیگه زدم سیم آخر. یه برخوردی با احسان با بکنی. هرچی هم پس برده یکی بهم بگه میگم اونا مال سال پیش بود، من امسال آدم جدیدی هم دیگه، اون اخلاقا رو ندارم. مارک انرژی درینک هم عوض کردم مثلا. تو تغییری که میتونی بکنی یا برند سیگار عوض کنی یا انرژی درینکی که میخوری مثلا، یه چیزی که بخوری آدم تعجب میکنه عوض شد. نه نه میخوام سال جدید قهوه بخورم خدایی به جای هایپ. ورزش دارم میکنم، خیلی دارم تغییرات بنیادی دارم میدم تو خودم. واو چاق شدی، بعد یه ذره ورزش کن. بگو اشکام برم زندگی بذار اشکام بگه، من صدای توی قطع میشه. 80 کیلو شدم میگم. با برخورد ما حال کردین چطور بود؟ آقا آره والو حال بود. آره خیلی ببین مهم اینه که چیزه داشت می کچیه دیگه، میره تو کله نهایتا. مثلا میدونی اگه حتی مثلا آدمی نباشی که مثلا اون تایپ از حرفا، اون مدل از حرفا با بهت بچسبه، دو تا جمله شیهو میره تو کله میدونی، مثلا یهو میبینی مثلا کل روز داره اون یه تیکه رو مثلا تکرار میکنه مغز تو، اینش خفنه و باحاله میدونی. مثلا من مثلا پیرپاتالم واسه این که مثلا دیگه مثلا اون شکلی باشم، ولی حال میکنم بازم، ولی در نهایت مثلا منظورم اینه که بقیه حتما خوششون میاد. یعنی حالا یه ذره جوون بود که اینو باشم، اون انرژی تو تاثیره، هم رقصش وایبی که بیت میده و چه میدونم فلوه مثلا دکتر. این دکتر کرده تو کله ما، یه دکتر اصلا نمیشه فیزیک بگه، یه دکتر میاد. من خودم اینجوری نمیتونم بخونم، ولی گوش میکنم هایپ میشم میپرم بالا پایین. آره اینطوریه کلا، همه رو بیچاره کردم، هیپاپولوژیست پلی میکنم تو خونه زیاد. بگو اشی چی میخواستی بگی بار؟ اون شب یه ورس خوندین یادتونه؟ آره آره چیز چیز داشت میگو تو اون مصاحبه، یعنی تو پادکست داشت، تو پادکست یا با یک ساعت با زیر زمین بود نمیدونم کجا راجبش صحبت، فکر کنم تو پادکست با احسان صحبت میکنی و آره. اصلا چیزه، بعد شعره هم اصلا دو سه جاش یادش بود، دو سه جارم خودش مغزش مثلا دو تا چیز خفنم دیگه هم گذاشته بود روش و اینو، من خودم شنیدم بچا میگفتم نه دیگه من اینقدر نگفتم، چیز ساده تر بود. ولی آره اون چیز بود فکر کنم، آره دیگه لامفر یه کاریه که چیزه، یعنی یه چیزی که خیلی قدیم نوشتم و اینو، اون چیزه رو ندارم میدونی، یعنی اگه بخوام اجراش کنم مثلا نمیدونم شاید بتونم، باید یکی اذیتم کنه میدونی، باید یه بیفی با یکی درست کنم به رو مخم مثلا اون رو شروع کنم مثلا بخونمش اینا. ولی آره مثلا اون مدتی که من اون کارا رو میکردم، یعنی کارهای این مدلی منو خیلی هاشو نشنیدن مثلا، حتی اطرافیان اینا، کارهایی که مثلا مدل جوونی و شیطنت و چه میدونم حالا کلکل داره توش، تیکه مثلا سفت داره و فلان اینا، از موقعی که یه ذره بلوغ پیدا کردم کارام اومده، اون قبلی ها رو چیزه، ولی همیشه دارم میخواستی یه سری هاشو رو کنم ولی نمیدونم، هیچ وقت پا نداده، یکی نگه بچه ها نگفته سرشو بگیریم. تمومه سعید بری خوراکش، سعید خوراکش این کاراست، یه هم مثلا من رو خفه کنه یه چیزی شنیده میگه اینو بیا بخون، اینم ویتشو برای میسارده کار رو در میاره. همون سعید که زورش به تو برسه خدا وکیلی. پس باید به سعید نه بگم میرم. نه میرم میام شمال آقا، میام پی کار رو در بیاره پس. نه اشی ولی جدی مدلم اینجوریه که چیز میکنی، ببین ناکو مدل میدونی چیه، خیلی خوشم میاد که جا به جاشم برم مثلا توی یه محیط دیگه ای، مثلا یه استودیوی دیگه ای، مثلا با یه پرودوسری دیگری، حتمی حضور دلم میخواد توی یه جمعی کارم رو انجام بدم دیگه، از این حالتی که تو اتاقت بشی خست مثلا، یا حالا یه قدمی مثلا توی یه جای خاصی بزن فکر بکن، خسته شدم دلم میخواد بیام مثلا یه ذره خودم اون چی میگن اون موجشو تجربه کنم، همش آدم نمیخواد موج درست کنه، حتی تو مثلا همین سه نفر آدم الان پیش اشکان باشیم، بالاخره اگه هدفمون باشه که یه چیزی در بیاریم یا یه کاری درست کنیم، یه اصلا یه کاری درست میشه میدونی، همون لحظه آدم بارها شده. ما تو استودیو مثلا یه بازی میکردیم با اشکان، مثلا پروفسور کیو مثلا بچه‌هایی که اونجا بودیم و اینا، یه ساعت وقت میدادیم میرفتیم ورس مینوشتیم و باحال میشد، مثلا میدونی
چه میدونم اولی شاید دو تا مثلا ورس خنده دارم توش میرفت، ولی هر چی جلو رفتیم هر کی که رد نمیخوند این صحبت ها هم در نهایت چیز بود، در نهایت میدیدی او داره ورس فلان، یکی از بچه‌ها مثلا چه میدونم با موتور کار میکرد روزای آخر اونم داشت میخوند، میدونی چون وایبه، چون اون فازیه که به وجود میاد و اینا، میدونی ای حالا تو یک تو میری پنجره. آره اوه خیلی پیره مردیه این ور الان. من اتفاقا آره. نگاه میکنم وای به بچه ها رو همون تو شمال خیلی حال میکنم، زیادن و جمعن و خونه های بزرگ و آره. دور هم و کار میبندن و دوربین میارن و ما مثلا خیلی جزیره جزیره این. من اصلا هم میگم نمیبینیم گاهن یه سال یه داستانی رو جدیدن شروع کردم، یه داکیومنتری طوره که یه رپری رو میارم میریم یه خونه میگی یه جایی میگیریم، بچه گروه هم رو میارم که 6 نفریم میریم اونجا با اون رپر مثلا 5-6 روز هستیم یه سری کار میزنیم، بعد هم یا هم مستندتر ویدیو میشه هم ترک هایی که جمع میشه در نهایت میاد بیرون. خیلی به نظرم خیلی باحال کم داره حال هم میده اگه انجام. آره ببین ناکن، یکی این که چالشه، یکی این که خود پروسه یه که میتونه در واقع میدونی سرعت و ایناش بیشتر باشه، چون از اون ور خیلی پیچیدگی نداره که مثلا تو بری بشینی فکر بکنی مثلا یه چیز خیلی خفنی بگی، بیشتر هدف اینه که با هم یه کاری بکنیم، و اتفاقا من تجربه هم نشون داده که مثلا کارهایی که سخت نگرفتی، کارهایی که مثلا راحت کار کردی، مثلا وقتی اومده مثلا شنیده شده و این صحبت هم مثلا خیلی تاثیر چیزی داشته، میدونی تاثیر مثلا بیشتری داشته، مثلا واسه شو بخواهم تو آلبوم های خودم ما همه کارهایی که فکر میکردیم خوب نیست برعکس شده، یعنی اونایی که فکر میکردیم خیلی خوبه از نظر خودمون کمتر شنیده شده، اونایی که میگفتیم اینا اصلا خوب نیست همه بیشتر شنیده شده، میدونی. آره این هست با. مثلا من ترک گریه نکنه اصلا فکر میکردم که مثلا یکی از ضعیف ترین ترک هاست، بعد حالا مثلا اینا خیلی مثلا اونو حال کردن، چون من حالا نمیدونم تو مثلا چه موقعیتی حالا هر کی مثلا گوشش داد و اینا، ولی خلاص آره ایده باحالیه میدونی، یعنی یه آدمی میاد مثلا رپره میدونه که قراره 6 روز اونجا باشن حالا خوش بگذرونن چه ما استراحت کنن چه توپ بندازن تو آب و اینا، ولی قراره یه همچی کاری انجام، هدفش اینه، نیومده بگه چی کار کنم، میدونه که میخواد یه آهنگ درست کنه و این خیلی سرعت رو میبره جلو، میدونی میبره بالا، سرعت رو که جلو نمیاد. ارسلان بیا بالا هم پشت هم کار میزنیم. بیاین دیگه آقا بیاین شمال، من دیگه چقدر بگم میایم دیگه با این وضعیت میایم دیگه. ولی تو ماشین داری پوریا؟ تو با ماشین رانندگی میکنی؟ بگیرم از این ماکسیم بگیرم بشینیم سفت بریم. آره اونجوری هم قشنگ صندلی عقب راحت. آره میریم دیگه. آه ارسلان میگه تو قطارم نت ندارم. آره آره داره میره، دروغ نمیگه اینو، اگه دروغ میگفت الان رو میکردم. تو کوپه نشین. داکیومنتری طوره که میگی حاجی خیلی بستگی داره که مثلا رپر جوون با انرژی باشه، مثلا من نمیتونم مثلا تو 5 روزم حتی کار بنویسم. نمیدونم رضا چجوریه، رضا اونجوری که با ما کار میکنه که 6 ماه طول میکشه تا یه کار بخواد. وای وای بابا آخه اون سری ما رو دید همون لحظه یه ورس خون محمد درام اون کف زنیم بود، خب حتی نظر بس همون لحظه نمیده، ولی نه تو صندوق بوده، ولی اونا که تو صندوق بوده، ولی نه بگو باش. آره ولی نه من چیزم، من نه میتونم، یعنی من اگه قرار باشه که مثلا ببین آخه فرق میکنه، ببین تو یه آهنگی رو برمیداری مثلا میری میشینی تو خونت خب و گوشش میدی، حالا حالات مختلفی رو تجربه میکنی مثلا، بعد شروع میکنی نوشتن، این نتیجه اندیشه کردنه، ولی اینجا اینتراکشن یا ارتباط هم وجود داره، یعنی تو مثلا اگه یه خط بنویسی شاید بری مثلا بغل اشکام بخونیش، میدونی بعد همون لحظه ریاکشن درستو میگیری دیگه، وای نمیسی که مثلا یه ورس بنویسی بری ببینی درسته یا نه، یا ببینی مثلا کار میکنه یا نه، یا هر چیز، برای همین خیلی تعامل پیش میاد، هی تون تو تون تو میتونی چیز کنی، بعد مثلا به یه جایش میرسی، حتی مثلا چه من بارها شده من تو مثلا یه کورس و توی یا مثلا یه همخوانو توی یه جمعی درش آوردیم، یعنی هی تکرار کردیم یهو دیدیم مثلا همه اومدن، یا با فاز کلمه رو گفتیم آها این مدلی بخونیمش یا این جوری باشه، برای همین این فرصت ها پیش میاد،
دیگه تو تنهای آره تنها آره نیستی تو انزوا، میدونی اینش خیلی خفنه و فقط مشکلش میتونه دوربین و مثلا اون وایبی که دوربین میده که در اطراف همه جا هست، ولی اینکه تو بدونی آقا کامرامن حرفه‌ایه، آدم دوست داشتنی هم هست، مثلا آدم خوش برخوردیه، به اضافه این که قرارم نیست مثلا از سوتی های تو فیلم بگیره، قراره مثلا کار تو فیلم بگیره، مثلا نمیخواد مثلا آره میبینی دستشویی از فیلم بگیره که بخوای معذب بشی یا مثلا میدونی چی چی. چون بعضی دیدی دوربین میاد روشون حالشون بد میشه و اینو میدونی، یه مثلا دوربینی که حالا بستگی داره، الان خدا رو شکر موبایلا یه کاری کرده که همه یه ذره راحتن، تا دوربین میاد حالا مثلا شلترن، میدونی قبلا یورو اصلا شخصیتش عوض میشه دوربین میومد روش آره اینو آره میدونی، اینو حالا تعمیر کرد، من مثلا باگاش ایناست به نظرم، ولی خیلی کار خفنی، ایده باحالی، آره من حالا دوربین دید خیلی چیز نمیکنم. خوبیه. من فکر میکنم هممون باید خیلی زیاد جلو دوربین باشیم، چون حاجی میدونی من احساس میکنم عموما رپرها یه ضعف اعتماد به نفسی دارن، که مثلا من اگه قیافم، حالا اونایی که شبیه منن بیشتر، من اگه قیافم معلوم شه مثلا یه جور دیگه هم، خب ولی یا مثلا حرف زدنم مثلا شاید خوب نباشه، جالب نباشه، میدونی سوتیت توش داره، ولی وقتی خودتو تو معرض میذاری میبینی نه بدم نیست، اتفاقا خیلی پیورتر میشه اون حسی که مثلا کسایی که تو رو گوش میکنن نسبت بهت دارن. من سر کاری که جهرشا میکرد اصلا میخواستم همین رو امتحان کنم، برم آقا مثلا من خیلی بگو بخندم، او بعد مثلا شاید موزیک من یکی گوش کنه مثلا فکر کنه که یا آدم بد اخلاق مثلا اونجوری هم. بعد گفتم بذار بریم ببینن ببینیم واکنش چیه، بعد دیدم نه زیگ واکنش خیلی هم باحال اتفاقا، مثلا کسی ناراحت نمیشه از اینکه تو این شکلی، قشنگ در بیشتر درکت هم میکنن. آخه میدونی این موضوعی که آقا بذار اشکان بگو، من یه حرفه بذار طولانی، نه چیزی میگم کلا سخت گرفتم به نظرم اشتباه، زیادی سخت گرفتم. آره حالا میشه دقت مثلا در واقع حالا مدلش تو تغییر بکنه، دقت مثلا روی چیزایی مهمتری باشه تا یه چیزایی که کمتر مهمه، ولی نکته اینه که چیز از این مدل شدم که یادم رفت چی میخواستم بگم، این حرف تو حرف شده اینا، من اصلا کل مال یادم میاد. آره شما ادامه بدید، من رفتم برای اینکه تو فکرم دنبال اینکه چی میخواستم بگم بیفتم. این بودیم که جلو دوربین بودن خوبه و فلان و مثلا نه قضیه اینه که نه سر این بودیم که شما داشتی میگفتی که من واقعی با من توی کار از نظر کاراکتر سازی فرق داره، این که تو یعنی به عنوان یه مخاطب مثلا یه نگاهی یه ذره مثلا جدی تر داشته باشی، دقت تو بیشتر بکنی، بفهمی که آقا اون کسی که داره مثلا این اثر رو درست تولید میکنه به اقتضای اون محتوای اون آهنگ، اون مفهومی که داره درست میکنه با یا اون نقشی که برداشته داره این صدا یا این کلمات رو میگه، لزوما نباید پشت چیز باشه، پشت همونی باشه که تو مثلا در حقیقت مثلا در واقع تو آهنگ گفته میشه، یعنی یا میتونه آدم مثلا شوخ طبعی باشه، میتونه آدم مثلا بانمکی باشه، ولی خب تو کارش جدیه. و اون مثلا به نظر من مثلا تو چجوری میگم، تو مثلا یه دکتر رو خب مثلا توی دکتر جراح مثال میزنم، توی مثلا مهمونی خانوادگی که همه حالا هستن یا هر مهمونی رفتارش رو مقایسه کن، ولی فردا که داره عمل میکنه یه آدم جدیه، چون اون کاری که داره میکنه براش جدیه، میدونی چی دارم میگم، یعنی لزومی نداره تو عملا مثلا یه آدم مثلا خشن باشی چون کارات خشنه، میتونی خشونتی که در واقع وجود داره رو نمایش بدی و بقیه آگاه بشن بهش که آقا مثلا خشونت ابعاد این شکلی هم داره و نکننش حتی، میدونی لزوم نداره ادای تو به در بیارن، وقتی مثلا تو میبینی 90% این 90 چی شب بگید 99% مثلا رپرایی که معروفن و ادا در میارن که چیزان، تو واقعیت آدمای مثلا مهربونی ان یا مثلا آدمای ترسویی ان، مثلا یه چاقو بکشین ایرانو نمیگم، ما ایران رفتارامون یه مدل خودمون، اگه چاقو بکشیم ما یه سامورایی میشیم میپریم لگد بزنیم و اینا، ولی نکته اینه که اون بر یارو میبینی اصلا خطر لحظه بهش نزدیک بشه، اینو اصلا میبینی روحیه اون چیز نه، اون نمایشه، مثل یه هنرپیشه، مگه همه فیلمایی که مثلا آدمایی که فیلم جنایی بازی میکنن مثلا واقعا جنایت کردن یا چیزی، میبینی اینو اگه مثلا مخاطب بتونه تمیز بده یا حداقل مثلا آگاه باشه که آقا این تصویری که من از این آدم ساختم، دیدی یکی میگه آقا من تو رو اونجوری دوست دارم، دلم میخواد تو ذهنم تو اونجوری باشی، میدونی دیگه مثلا وظیفه تو نیستش که اگه یه روزی خود واقعی تو دید مثلا اون آدم بخواد همه چیش خراب بشه، باز به نظر من میگم آگاهانه است، آقا من میخوام بگم سوپرمن واقعیه،
ولی نیست که، در حقیقت که نیست، ولی من بخوام حال کنم بیام تو برم فیلماش هم ببینم حال کنم، مدلش اینجوریه. این نگاه پیش بیاد، اگه مثلا این روش بکنه خیلی کار آسون میشه. یعنی تو اون وقت میتونی چیز کنی. کیومن؟ سلام علیکم. به 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 بابا 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 جم جمه. چطوری؟ خیلی کوچیکم، خیلی مخلصم. چکرم. چطوری؟ خیلی کوچیکم. کاگان و کاگان کاگان استاد بیت جی جی کاگان چه کار میکنه؟ همون بابا خیلی مخلصیم داشت شده. خیلی کوچیکم داشت بودی ها، کوچیکتر مخلصم. آقا چقدر دلم براتون تنگ شده، چقدر چند وقت بود نیده بودم تو، مگه تو لایو هم انرژیو داری رضا؟ کلن پر انرژیه لامست داشت. من الان آمدم بالا دوباره رب بخونم برم مثل خیام خراب نی از این درش هم میده آمده خیلی کچیکم. ما چه بلکی ما حالا پشت سرت هم گفتیم جز توپترین ورسا بود، عشق کردیم بابا. والله ما مشهدی هم داریم خلاصه یهو گوگل. ببین تو نگفتی ها به من لو بدم تو چیز مشهدی داری یا نه، اینجا رفتی تو تیم تهران. میگم ریشه ها جنوب یزد میرسه شمال شرق. جو تو جا رو گفتم چون جفتش هم نامشخص میدونی، یعنی دقیق نتونستم در بیارم که مثلا با بزرگم اینا مال کجان و اینا میدونی، ولی حدودی در آوردم که پایین های یزد و یه جایی هم مثلا بالا های خراسان و اینا مثلا اجداد میرسن. با اینکه میتونه من نوکردم، با اینکه میتونستم بارز بیام با یک تیم قوی تنها اومدم دیگه. ببین من دیگه یار چیز داشتم ترکونی کافی بودی بابا واسه ما دست بس بیدیم. خیلی کوچیکم به مولا بابا، من گذاشته بودم این خانوادگی بیاد و یهو به ترکونیم دیگه. انشالله حالا شاید ما همین فردا یه چیزی داشتیم دیگه، سوغاتی ایدی دارم. بله بله قبل ایدی یا بعد ایدی؟ ایدی یا پیش بله ایدی؟ بله بله پروژه ها آماده است، یکی یکی میاد انشالله. آقا به 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 چقدر دلم تنگ شده. پوریا 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 همش داری هایپ میخوری سیگار میکشی باز دوباره. اه اه. الان نشون بده هایپ تو. هایپ داری؟ اشکان فرار، اشکان رفت، اشکان پیچید به بازی دید اوضاع خراب. مثل شدیت رضا نری. رضا کجایی چند وقته واقعا؟ من هاچی در واقع حالا دور و نزدیک چه میدونم خبر دارم ملت دیگه، یه سر کج و کوله بودم درست شدم روحی موهی آلم، بالاخره کوه هم باشه یه سوراخی تو وجود. من هم مثل خودت دقیقا، عین خودت دقیقا، ولی من هم درست شدم. اصلا یکی یکی 401 برای من ببین نقطه عطف تو دیگه. ببین الان شروع خفنی در راست. یا با به به که مشهدی؟ آره عزیزم آره. بیاین مشهد تو رو خدا، بیاین ما در خدمت باشیم، ببینیم یکم رب بازی کنیم، دلمون تاکید به مولا. چرا تو بچه تیمی نیمه شبا شعله ها رو کلی تنهایی نه؟ خیلی حلم دادم تو صف، ولی ما رفتم بازم تو صف واشتادم شعله همه گرفتم. آخه میدونی چیه شعله؟ خیلی چیزه مثلا آره الان درسته مثلا همه هم میتونن درست کنن، ولی خوشمزش مثل قیمه مثلا نظریه دیگه. یکی تو ایام محرمه یه دونه آپشنال هم هستش که چیزه در واقع نیمه شعبانه، اون روز هم بعضی ها میدن. یعنی مشهدی باشی حواست جمع باشه شعله گیره دیگه. شعله هم میدنم همش هفتی آدرس ها کم بلدی بفرست اسمس کن داشت ما بریم دیگه. نقاط جی پی افش و سر تا سر وکیل آباد همه جا دارم خونه هایی که میدن. ایوال مولا بلدی همه رو آمده سیگار میشیم شنبید بابا همه سیگاری شده. بوری ها رو میبینه آدم یاد سیگار و انرژیزا میفته به خدا جان مادرم. چیز آقا یه چیزی، اشکان یکی نتش قطع شد دی سی شد اینو، چون همه میگن اشکان کو هنوزم نیومده. دو اینکه حامد ایران چطوره برگشتی؟ به جان مادرم من دیگه ببین کلامم بیفته واسه زندگی نمیرم. خیلی سخت شرایط، اما ببین وطن آدم، ببین به جان مادرم موقعی که رفتم دیگه نمیتونستم اینجا نفس بکشم خب، اما همین الان به خاطر یه موزاییک توی محل خودمون حاضرم بدون پلک زدن جونمو بدم به جان مادرم به خدا. پس تو اوکی؟ یعنی من
تا موقعی که نرفته بودم قدر وطن اصلا وطن نمیدونستم چیه، الان میدونم چیه به خدا. اصلا بحث چیزی نیست به شرایط و فلان این داستانا سخته، اما به خدا همه جای دنیا سخته الان. ببین ببین واسه کسی که ببین نداره دیگه، ببین همه جا آسمون یه رنگی دیگه، تو برو تو بهترین نقطه یا بدترین نقطه، تو همونی که هستی دیگه، جیبت رو کنه داستان اینه. ولی تو کشور خودت باز وطن خودت میدونی اینجا قلم روته، میتونی یه کارهایی بکنی، دستت بازتره، و اینکه فشار خیلی زیاده، همه میدونن اینا، اما به هر حال نمیشه که فقط اونا رو دید به خدا. اما باید باشیم همینجا، همینجا رو بسازیم، من اینو میگم به خدا. الان حامد چند وقت پیش ما یه همکاری داشتیم باید صحبت میکنیم، خیلی آدم خفن و ایناییه، بعد یه ازش پرسیم آقا تو نمیری از ایران؟ و یه برگشت گفت که من تازه اینجا گوسفندیم تموم شده دارم چوپون میشم. عجب کجا خیلی باحال بود اون حرفش. مثلا باشی کلی زور میزنی خودتو به یه لیولی یه شرایط نرمالی برسونی، وقت بخوای بری از اینا بری همه رو از صفر دوباره انجام بدی. زدی رو خواهی، من به همه الان همینو میگم. ببین میگم الان من تو 6 سال اخیر 2 بار کشور عوض کردم، میدونی یعنی چی؟ ببین چقدر زندگی سخت میشه. چقدر مثلا من 2 بار الان دوباره صفر شدم، حساب کن. آره میتونم. ولی خب خیلی خوبه همین که انقدر پر انرژی هنوزا خودت. آقا ببین انرژی اصلی تو راه، ببین این چشوار، ببین انرژی اینجوری تو راه. خیلی خوب تو راهه بابا، خیلی 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 از سیمپا کاریم دیگه، داره لونه کردیم تو استودیو دیگه. ببین لونمون هم اینجاست ما. ببین داش ویدیو هم داره، ویدیوی هم داره داداش، ویدیو همش ویدیویه با خدا. فقط گفتم تمرین اکت کردم که برم تو ویدیو قیافه هم بسن چیگه. خوشم بانا کردیم به مولا. یعنی ببین اصلا در تحریک هم میکنیم دوباره، باز میگن طرف اسلش اومد سریع تو لایو خوند، باز بخونم باز نامشون، باز یه دونه بذاریم بخونم، یه دونه بله عزیز رو بذاریم بخونم. چرا خودی با حالی کیو دارم میارم، صبر کن، کیو داری میاری، بیار بالا اول، بیا داشتی بیا بذارم چی بخونم واسه تو ناموسن، جایزه رو بخونم برای همه رو نوایی کنیم ناموسن. نه ولی خب کار پخش نشده چیز نامردی ها. کار جدید بخونم، نمیدونم یه ورس یه کاری که میخوای پخش کنی بخون که همش هم لو ندی دیگه. بابا من جمع نمیشم، من همه کارو میخونم. ببین آقا جایزه ولش کن، ناموزن ضبط نکنیم باز لایو. ببین صدا بیت چطوریه، خب بگیر از من اگه میتونی. صدا بیت خوبه؟ یه ذره کمش کن. الان چی؟ خوبه. برو بگیر از من. ببین دوربین رو میچرخونم من. دوربین چجوری میچرخه؟ آه اوکی. چرخین. برو بگیر. گذاشته واسه سرم تو ایزه کوه، تو میگن گشاده لباسه تو تایده تو نیست، اصلا هم نمیخوره به استایده تو سیسته، میگنی توی آدم تو آینه تو نیست، تایه نیست ما بزنی کپ لاینه تو نیست. برو میسوزونه شانس تو نیست، برو هنو همه چی راسته و نیست، بی بایده هیچ که تو سایده تو نیست. اینه تعریف لایف استوری، تو اونجوری میمیری اینجوری زایده شدی، مبارسه بلدی ولی این آیت تو نیست، برو تو کمینه تو بکن نایف تو تینی، تو ساری کنا میدونم میشم پشت مایک تروری، میدونم بلدم باید دایم که تو چی، تو کدوم بره کنم تو کدوم مدار میده باده آیت تو نیست، ها تو خوش میسی میشه این آیت تو چیز، کجای تو میشه رو کجای فلو میخوا، من میپونم میزنه تایفشو بی، از همون جایی که برید از تایمشو بی، میکنم میدونم میبرم تایتلو شی، اینم هم فوتو پنای خاص تو نیده جا داشته باشه، هرچنده را باید بمولی نمیشه بریزه بشی این فایل کپی، رو هیچ دوهی هم رایفش و نیسا نبینم اینجوری ساکت تو دیر تو زندلی تا کنارش رو مینم قرد تو فضای لایت محیط کشیدم داره این لایت مخیط نمیخواد بدی با
که تو می اومده مثل سایه پا به پای تئوری تو رسانه چه ساده چه دور و قایی به تو میگم بگیده برده ماه ایروتی کی میزنه تای کارسه یه کارسه مولی دروش تو میخواد میاده کارسه توری میدونم تو هم مثل من گایده شدی نفس دورم قضاوت و مقایسه بولی تولید مقابله مثل مقابله تولی نمیفهمم ما تو چی میگن اینا که دی دارن تو خودشون میبینن چیا بیره بیره کیلو کیلو میگیرن ایرا ببینی که بیگه تیمی نیبی تشکیلات فقالی لفظ رو تو سیری کم میداد که میگی تفسیرش بده میری کم میاد وقتی که آیا چی هستیدی چم میگم را میری میریزه بچه پیچه هرچی با دیگه هایی میره چیزی نمیشه کم بیار فاده هرچی رو میگیرم به تیری پم میاد گیری مرچی میگی ندیگی در بیاد هیچی که تشکیلی شم بیری شم این ها اتفاله تو کردی مجا گیری کردی ما سری میچرد اینا برسی بیش از دینا هده هر بیرون اینا ویزو میشی نزدی با میشه زن گیری قلب بیری تحصیل با همینجا میمیریم و نمیریم نزدی را ویزی کل میشیم نباشی میترکی با روزگارت اگه آمار تو بگیرم سیاس سیلی کم بودش این سیلی چک میخوایم داش علی او سید آقای اجدر و سید درشا بابا خیلی متشکرم خیلی متشکرم بابا خیلی متشکرم خالی نمیدید بابا تو پشت صحنه کلا رفت بودم من داداش خیلی خوب بوری خیلی خوب چطوری خوبی؟ نوکرتم چطوری؟ خیلی با مخلصم علی جی خوبی؟ سایتون خسته نباشی آره بابا دمتون گرم داشتیم پای سرتون حرف میزدیم دیگه نبودی دو اینا باید شماره بندی کنیم به ترتیب حرف بزنیم آره داشت میگفت این سعید جرشا پولا رو از آشمانکی گرفته همه رو خورده دیگه داره میره خارج آره آقا تو پول شدن نگاه کنید مهمون دعوت کرده دو نفر مهمون دعوت کرده مهمون دعوت کرده کافوری هم دعوت کردم کامل جا شما هم دعوت بابا ایوال بابا کجا دعوتی مهمون خونه شما سفره‌دار شدی آره سفره‌دار شده دست بگیر ماشاءالله همه رو میره پیدا میکنه از تو سوراخ سنبا سعید جرشا اومد مشهد کفلک یک شب تو خونه ما گفت نمیخوام دیگه اصلا خانوادگی نمیخوام نما به دستش دست بودم دارش بشین جان مادره اینقدر بر زدم بهش تفلک خدا وکیل من این تو لایو هم ازت عذرخواهی بکنم ببخشید خیلی اذیت کردم سعی فکر کنم هر هفته اینجوری میشه هفته یه بار از کوره در میرفت بچه ها میگرفتم میابردنش دوباره از اول سعی کی سه تا اونایی که خیلی اذیت کردن رو بگو خدایی اولی منم اولی آمده روسیا ببخشید خدا خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام میتونم ازت نکردن رو بگم اولیش منم خدایی نه خدایی ازت نکردن یا خود رضا بود و علی بود و سعید یعنی با من ازت نکرد ازیت کردن یا بگم من چیز کردم من یه ذره تو در واقع تصمیم گیری فاینال یه ذره اذیت کردم ولی موقع کار و ویدیو واقعا فکر کنم کمکم کردم حتی یعنی دیگه پاشدم خیلی هم خوش گذشت من یه بار ویدیو رو سعی کردم اولین بار تو لایو میگم توی تماس تصویری واسه من گذاشت من کنار خیابون وایساده بودم میزدم تو سر خودم بودم وای سعید سعید خدا خیرت بده که منو تو این پروژه نگه داشتی چقدر اذیتت کردم گفت دیدی گفتم وایسا دیدی گفتم آره فکر کنم بچه ها قد شدن سعید رضا رضا هست بی حرکات نه یه جایی بذارم دست اون در جایی گیره آقا وایسا علی اوش قد شد چه چه آقا علی چرا نمیزن این حرف بزنه شما دوتا آره علی و علی و همه رو خودش برده صحبت ها همه رو داره درشان میبره کلا امتیازه رو داره میبره
بچه پر رو اونجا نشسته من میذاره حرف بزنه علی آخر باز دوستتونه آجی خود تنگتونی ما به خدا شرایط فراهم شد ببینیم هم با همه بیاییم آقا امکان سالی که باید این کارو بکنیم باید بیاییم کابل میتین کنیم آره من ممکنه بیام و من شما که میام آقا مشهد هم بیاین دیگه ناموسن ناموسن مشهد بیاین امام رضا شما رو نمی طلبه ناموسن چقدر رپرای بدی هستین مشهد دوره بیاین کار خدا بیاین دیگه اینجا یه کلبه حقیری هست میاین اینجا دوره هم میشینیم خیلی حال میده به قول میدم زیاد رپ نخونم یکی دو روزی که مشهد بودیم فقط حامد داشت میخون بعد یه جایی محمد تصویربردارمون تو ماشین داشت به حامد گفت داشت یه خود صدا ضبط رو کم میکنی حامد گفت من خودم دارم میخونم یه چهار تا این کارا رو بده ما بخونیم پوستمونو کندن ناموسه بابا تو که نمیای پشت میکنون 6 سال طول میشه تا پیدات کنیم یه تلفن جواب بدی یا داری با روزوشان جواب بدی که تو مینویسی بده دوتشو من بخونم چیز کاری آقا گوست رایتر بودن رو اشاره بدید دیگه برای هم دیگه شعر بنویسیم یکی بنویسه واسه همه شروع کنید به خدا من میتونم ببین هر چی شعر بدید علی اون جوجه نشسته اسطوره این کارا یعنی میتونه واقعا برای 15 16 تا ورس بنویسه تو مثلا 2 ساعت اگه بخواد اینو دقیقاً فقط باید بشین بدی یه دونه آره بگو من خاطره دیگه خیلی وقت پیشا در سال پیشا ما داشتیم خواستیم به ترک کار کنیم و اینا یه بیت پلی بود قرار شد رو همون کار کنیم علی نشد شعر نوشت و اینا گفتیم بریم تو کارش دیگه تو استادیوم هستیم گفتیم آره بریم تو کارش 20 دقیقه گذشت علی ورسش تمام شد گفت حاجی بنویسی گفتم حاجی من یه خطم ننوشتم گفت بذار من الان واسه بنویسم 5 جا گذشتم 4 خط نوشته من گفتم علی میشه منم سعی کردم دقیقه ایش نوشتم یه چیزی نوشتی و هم فیروز همینجا یه بیت پلی کرده بود علی یه او یه چیزی نوشت بعد منو سعید هم گفتیم بنویسیم دیگه کم نداریم منو سعید هنوز آزاد سعید نمیشت بودیم علی شمجبه آقا ما این کاره نمیشیم ما باید چیز کنیم ساپورت کنیم علی و حامد بنویسم ما بخونیم فایده نداره آره داداش آره من علی رو بذارین اینجا درم واسه بالام ببندین چیز کنین دیگه شعر تا از زیر کاغذ از زیر در کاغذ بندازین یعنی اسم بدین فقط اسم بدین عکس شما دو تا رو می‌ذاریم روبرو هم بعد بذاریم شما دو تا روبرو هم کرکل کنید و اینا ما اون پشت زب کنیم هی برتونید کنیم ببرید شما علی رو هوا منو میزنه ناموسن علی ببینم اینجا مینویسه سری به جان خدا اون کارت آقا همه ترکوندین خوب داریم بله آقا کار که خیلی عالی خیلی عالی جهان میام تو هر دفعه که میای 40 تا کار جدید داری ستون آره دارم به جان مادرم الان 3 تا آلبوم کامل آماده دارم وحشتناک دیگه بالاخره شنونده خودت بدون طرفدار کدوم خواننده باشه دیگه بعضی دارم که فالوور از من بیشتره و من به عنوان بدبخت ترین و آندرریتد ترین چهره رپ فارسی اینجا اعلام حضور میکنم نفهمید دیگه اصلا نفسی نکنید آقا چطوری نفهمید خواهش میکنم شکر نه دیگه نام مثلا الان تو همینجا ببین فالوور کی از همه کمتره کی من بدبخت فالوور کی از همه بیشتره علی اوج که 200 تا پیج داشت تا حالا 200 تا پیج دیسیبل کرد چند تا پیج داشت علی اوج تا حالا رز بچه بزرگتر از همه است بگه رز آندر ریت ترین کیه خدایی آندر ریت دعوا سر اینه که کی آندر ریته نه بابا آجی همه کن چشای منه این حرفا چی بابا بکنی خب کیه ولی مال علی اوجو اگه دنبال فالوورای علی اوجی و اینا باید مال اونو مجموعش رو حساب کنی اون مثلا 15 16 تا اکانت رو باید جمع بزنی ببینی چقدر میشه چون
تا جمع میشد قرض میکرد یه دونه دیگه میومد بالا که نمیومد بعضی وقتا دو تا نمیفروشه نامرد میگم میزنه مثلا میفروشه میگم بعد دوباره قرض میاد اون نه آقا شوخی کردم آقا اینو دست نمیدیم باز بابا به خدا علی خوش بابا به مولا من واقعا دیدم اصلا خسته میشه اون خاموش میره پیروی کن خواهش میکنم داشت دیگه واقعی یا عشق از خدا آره این کار علی خیلی خفنه ها من چند تا رفعه بیشتر ندیدم فن پیج دیلیت کنن از اول با کنم خودی خیلی کار دیگه سوزون میگم فن پیج 100,000 تا رو دیلیت کرده هفته بعد دیدم 200 تا دونه یه دونه جدید درست کرده آقا خدایی خیلی روحیه خفنه خدایی خیلی روحیه خفنه باید سریع هم دوباره پر میشید داشت من نمیدونم من 12 ساله یه پیج دارم شده 35K به خدا نمیدونم چی رایی حامد قور میزنه حامد قور نزن من نمیخوام من عدد میبینم فقط من عدد من چیز دیگه نمیخوام اونو میخوام مامور میخوام مو فالوور میخوام مو میخوام معروف شم فالوور بعد جرشاه ولی آقا دم مردم و اینا گرم ها ویدیوی خانوادگی اصلا تو 24 ساعت نزدیک 400 خورده ای بود من نگاه کردم خیلی خوری کردم همه جا پخش شده من تو سوپرمارکت رفتم میگه داش تیکه خودت بریدم گذاشتم صداش هم بلند کردم تکه خیلی باحال این قضیه چون چیز داره دیگه قومیتی و شهر و اینا لباس محلی هم نمیپوشید نه آره هر چی بهش میگم نمیپوشم نگاه من با همین لباس خونه هر جا رفتم یه راست مظلوم میکنه این میگه من عددم پایینه این تخم زیاد در میاره آره ولی واقعا بذار یه نکته ای رو بگم این کار چه هدف بزرگی رو انجام داد ببین خیلی از ما همون نکته ای که گفتم اصلا احساس غرور نکردیم نسبت به وطنمون یعنی جایی که بدونیم هممون با همیم یعنی یه حسی بهمون دست بده که واقعا خوشحالیم از اینکه ایرانیم واقعا این خاک و با این مردم داریم زندگی میکنیم این یه مقدار بین ما ایرانی ها واقعا اصلا ببین کم شده و اصلا ببین چند دستگی ایجاد شده ولی این کار توی دل همه اون حس غرور وطن رو زنده کرد اصلا خیلی ببین قدرت رپ رو نشون داد هم سعید جرشاد دمه بزن کف قشنگر بخاطر سعید جرشاد بزن بابا خدایی تصویر درستی یعنی کار تمیزی بود معلوم بود که تهیه کنندگیش که سعیده خیلی زحمت کشیده وگرنه عمرن با 40 نفر آدم نمیشه کار قابل شنیدن درات دیگه هممون که هر میدونیم نمیشه نشستم جای خیلی هم خالی بود ازش دارم تعریف آره بابا ولی خب دیگه مجبوریم کار خوبی کرده همه رو میووردیم چیز میشد میشد یه ساعت آهنگ فکر کنم آره دیگه فیلم بلند میشد الان فیلم کوتاهه خدای خیلی خفن بود خدای خیلی خفن بود میتونی چیز کنی سعید میتونی بقیه رو هم بگیری بعد خانوادگی 3 و 4 اینا رو با هم وصل کنیم قسمتی باشه خانوادگی 3 واسم یه سری هایی که نبودن با 4 بقیه دیگه کامل شیم مثل 3 سیزنی میتونیم بدیم آره دقیقا باید سریالی بشه همون سیزنی بشه آره خانوادگی میشه پیر شده سعید داره هنوز خانوادگی جمع میکنه هیچ که خانواده نمونده آقا جرشو 5 رو قرار شده بریم بالا سر اونایی که تو هنگاشون گنگ میخونن برنامه اجرا کنیم جرشو 2-4 چی شد؟ 2-4 با خود وای سعید یاد اون آلبومه میفتم که داشتیم هم حرف میزدیم سعید میگفت این ترک 5 بعد 2 بعد اصلا یه ترتیبی چیده بود قبلش خودش بعد میگفتم تو هنوز 2 رو تموم نکردی 3 رو چجوری گفتی الان هم همون چیزی شده آره میگفتش میگم مثلا الان میگی 5 جرشای 5 هنوز 3 و 4 رو که نستاده جرشای 5 رو بگیریم ترک شیرین هم میافتم خدا وکیلی اصلش مونده بود دیگه چه اصلا تمام شده بود جرشو رو که دیگه رضا که میدونه فکر کنم حامد هم میدونه
قسمت اول اومد پیش من گرفت نظرش رو ببره، کلا سیاست برنامه‌اش عوض شد. امرو برد و اصلا رحم نکرد، یعنی من آخرهاش گفتم برو خدا پولی ببازد، مردم دوستن باخت کابوس هم ببینم، در هر بهانه میگفتم نه من باید ببرم. مثل خودم پولی آفتی بازی خیلی دست داشته میگفت روژه لب گذاشتم تو کیفم بهت بدم روژه لب بذاری، گفتم سوتون تو فکر کردی که علکی کابوس علکی با همین بلا رو همین خلوت برای من دیگه میگن. من اون جا چه زدم جلو ندیدم سعی، من اون قسمت هایی که شما این کار رو کردی رو زدم جلو ندیدم، من خبر ندارم، برام تعریف نکنید لطفا. آره یکم کامنت بکنیم بخندیم. کامنت بذار ازتون سوال میپرسم، اینجا کوئسشن هست که میپرسم و دیگه بعدش هم میریم، نفری یه سوال ازتون میپرسم که بتونم چیز کنم. سب کنید خودت میپرسی یا اینکه از بچه هایی که میپرسن میزید؟ نه من خودم از تو کوئسشن ها میپرسم یه دونه. آها جرشا اول، چرا سروش تو خانوادگی نبود؟ پاسخ خوبه، شروعش خونه رو ترک کرده دیگه. چرا الان اول از من میپرسید؟ دیگه حالا پرسید دیگه، جواب بده با ملتبه چپی ها؟ با ملتبه من چیه نه اول هم نشون میدم اون حول کرده من تو جمع بزرگان جسارت نمی کنم اول حرف بزنم. سوال ها رو آقا پوری اول از بزرگان میپرس، من بچه هم من آخر رز حالا جام رز، آیا فیت با رز نمیدید؟ یه سوال کلی هست که همه هم لایک کردن، با هر کدوم از ما اگه فیت میدی بگو دیگه. من با همه تون فیت میدم بابا. بده برش قشنگی رو بابا. همین پنج نفر، چند نفریم؟ 6 نفر، یه آهنگی 6 نفره بدیم بابا. یه برسون مثلا 6 تایی بیت علیو جان، موضوع با علیو موضوع قبوله؟ آماده است؟ بس هستم تمام. علی لحظه هایی که صحبت نمی کنه علی میگه من نوشتم، علی میگه من نوشتم کارو. آره دیگه من سوال من چالشی هم بود، سوال چالشی بپرس. سوال خیلی شرط خدایی، یه ذره سخته، هرچی تو دل خودت بود. آره خودت چی میخواستی بدونی؟ ما اونا رو بگو. چی میخواستم بدونم؟ آها بذار پوستت رو میکنم میبایی نیتونم تو کنم رفت تو آخری آنه. بذار احامت شروع میکنم. حامد چه هم داشته باشی دیگه قور نمیزنی فالوئر. کاری نیست، من به میلیون برسم قور نمیزنم. میلیون کار نه دیگه نش میلیون برسم. جاه طلبی رو دیدید همه تون دیگه، ببین چقدر یه آدم میتونه جاه طلب، دنبال عدد، دنبال شهرت، دنبال پول. من جای خانومت بودم دهنه تو سرویس میکردم ولی حالا یه پیامه. ای بابا الان جرشا ولی خدایی بپرسم، جرشا چقدر از اسپانسر گرفت؟ آقا من آخرین نفرم. چرا بده دیگه بابا، بده پول منو جرشا، شماره کارت بدم. عدد میخواد قایسی مانکیا رو پشت با میگم دو تا وانت هر ماه میره مازندران، دو تا وانت هر ماه میره تو محله پخش میکنه آیس مانکی. اخبار مگه ندیدی قاچاق آیس مانکی از تهران به مازندران گرفته؟ سوال چالشی آقا وایس، از علی سوال چالشی بپرسیم. از علی رو تو داداشش بپرسی چالشیه، علی رضا چالشیه. بچه ها فرازیش کنن.
بگو دیگه یه خبر از رضا بهمون بده که چالش بکشه بالا این کار با تک حاجی داره میاد خیلی خفن شده عجب کاری بابا خبر بشاره سر خبر خیلی خفن شده الان همه میان الان ببین فکر کنم الان پرودوسر چی میگن این مدیر برنامه های کار بیاد سریع دایرکته چرا خبر رو دارید داداش؟ چرا؟ چه سالی؟ چرا این کار چرا؟ نه دیگه بلاخره باید بیاد دیگه نزدیک بود که همه چیز بعدی سوال چالشی بعدی رضا این چه وضعی؟ آیا اطلاعاتی از برنامه کاری بدیم بچه ها هم همه مثلا در جریان باشن کلن پلنتون برای سال جدید چیه؟ میخواین چیکار کنیم؟ اول رضا رو جیبه موهاش به ما بگه ریش و مو چه وضعیه؟ چیه چه وضعیه؟ دارم بلند میکنم بچه ها ناراحت نشید بعدا یه دونه خوشگلش رو تعبیرتون میدم اگه این ناراحتی میکنه دفع کردن همینجوری یه اتاق خوشگل میشه نه اول موهاش بلند میشه زشت میشه میره به انگار آرایشگاه نمیگه دوباره به همیگه یک سرقیچی کوچولو بعد میره بعد بالاخره میشه سیدنگی خیلی میکنه بودم و اینا من سرمونی هم خوشم نمیاد زیاد ولی اوکیه یعنی چیز میکنم یه مدلی تو ذهنمه که دارم میرم اون سمتی یه ذره زمان میبره و راجب کارم بگم اگه بخوایم حالا در واقع چیز جدی هم گفته باشیم اینی که چیزه فکر کنم که یه سینگلی میدیم یعنی فکر کنم من اگه زود به جمعه یه سینگلی میخوام همین نزدیکی ها بدم و اینکه مثلا احتمالا آلبوم نوید تو راه دیگه بعدش احتمالا دیگه کارهای خودم رو این صحبت نوبت منه نه حامد آخره نوبت سعید داره من یه ترک دارم اسم تکی آماده کرده بودم بگم الان گذاشتم پیش ویروس برای سایت برید لینکو بکشید دولت بکشید دولت دیگه نیست در رو باید در این اتفاق اسم تکی دو ساله که دارم دو ساله که دارم روش کار میکنم یوشم خودم ادیت کردم و مثلا خودم بود این فکر کنم مثلا تو هفته اول اگه آماده درسته تموم شده پخش بشه تو هفته اول خب بخریم دیگه پوری جان غیر اسمی برنامه چیه تو که امروز کی بود امروز بود زنگم زدی گفتی به بچه کاری فلان حرفا کار خانوادگی رو حمایت کردی ازش خودت به عنوان کار آمی رفت فارس هستی؟ بله، حمایت کرد. تو همون قبض تو بفرست ببینم. همون قبض تو بفرست. بفرست ببینم. اگه نیومده بود من داشتم حمایت میکردم سوتون. بعد لایف گذاشتم همه تون اون تو کاره بودید دیگه. این حمایت نیست اگه چیه پس. قشنگ بود. آفرین آفرین. آقا برنامه چیه؟ سعی جشا. تفره نرو. من هم یه سری کاربارا رو جمع کردم حالا میخوام آلبومش کنم تخص کنم بین بچه ها ببینیم کی ورس میده کی ورس نمیده بابا امید بعد یه دیسی هست دیس آمده دستش حسو بده دلو بده کم دیس کنه من میخونم باش ناموسم بیاین 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 منو بزنیم من خیلی کتای کارم خوبه سعید بگو تو سعید جرشو بگو چیکار میخوای بکنی استراحت میسار شده جونه لاین آره این بود دیگه داشتی پولشو در آورد شما نیمکت شما دو تا نیمه دیگه رو نیمکت بشین استراحت کن تو بگو پوریا من بله به اینجاش فکر کرده بودی امسال برنامه هم اینه که سعی کنم زندگیمو عوض کنم تا بتونم آهنگای شادتری بدم برنامه خودسازی سنگینه اصلا برنامه داداش تو اول باید سیگار های پا ترک کنی پس نه آقا یه آهنگ شاد بگو بگی چجوریه تو ذهنش واقعا چی؟ چون تو آدم شادی هم هستی ولی غمگینات رو راحت‌تر بیشتر ترک میکنی یعنی عمیقا رو حالا نمیدونم غمگینه میدونی برای چی شاد نمیده پوریا چون شادش بندریه بندر عباس یا بندر انزلی ببین بندر انزلی اگه شما دوست دارید شاد نزدیکتر چیز دیگه حاجی
تو مثلا من اینجوری هم، من رپ خوندنم اینه که موزلمو میخونم، بعد خوشحالیه برای من موزل نیست، یعنی بعد چیز با امید بخونم که امیدم هم یه ذره اوضاعش خرابه، حالا امید ایشالله امسال بهتر میشه و کارو با امید. زنگ بزن به ایمان، زنگ بزن ایمان. او عشق همین که لحظاتی مخاطب رو از اون حال غمگینش بیاریم بیرون و ببریم توی حالی که بدون ریتم بگیره انگیزه، یعنی درسته دیگه. آخه تو آدمی هستی که پولا امید رو داری واقعا تو زندگی، نه نه دکترم به این قول داده که اگه خوب ادامه بدم امید پیدا میکنم. آقا من دوشنبه میرم پیش پوریا، امیدو میکنم تو چشاش بالاخره بتونه با امید دنیا رو ببینه. به این واکن مواجهه من و رضا خیلی با نمکه کلم چیزه، یه فیلیپ داره دیگه، یا رضا منو خوب میکنه یا من رضا رو بد میکنم دیگه. آقا دوشنبه بعد از اینکه غذا درست کردم، بعد از اینکه غذا خورده رو لبخند سیگار بعد داره میکشه، یه فیلم براتون میفرستم ببینم که روحیش چطوره. تو اون لحظه گلن فیسش همینطوریه پوریا. دیگه نوبتی هم باشه حامد هم برنامه هاشو بگه، ولی کوتاه وقت داره. آره دیدی چه جوری گفت، با چه لحن تحقیرآمیز و تمسخرآمیزی گفت حامد هم بگه. دیدی گفتم من underrated ترینم، دیدی گفتم من که عددم کمتر بود منو آخر گفتی، دیدی عجب خدا نگاه کن تو رو قرآن ناراحتم. خب حالا من میگم یه 300 400 تا سینگل ترک دارم، چند تا کلیپ دارم، خیلی خیلی ترک دارم، انقدر چیدم، بعد یه دونم دیسپک به علی هوش دارم. علی هوش! علی هوش من نمیتونم دیس کنم واقعا، من فقط باید علی هوش رو بیام بغل کنم، بوس کنم، علی هوش رو دوست دارم واقعا. خدایی پاکترین و مهربترین بین همه علیه. با چوب هم بزنه، سرم برم گادم یه مهربترین. ولی علی یه چیز دیگه است. واقعا، واقعا. دوست دارم علی هوش. بذار مردم هر چی میخوان بگم ول کن. شش گفت باهاش خندید. بابا بابا آقا من این پوریوس من دیگه دارم لایو قطع میکنم. پوریوس جان باتن شدی، سری بن جان باتن شدی پوریوس. بریم واقعا، واقعا بریم، مردم خسته شدن دیگه، الان فوشمون میده تا ندادن بریم. خیلی خوشحال شدم. ایول داشت علی، دمت گرم، داشت سعید، داشت سعید، خیلی مخلصم، داشت بوریا، داشت رضا، عشقی، همگی عشقی، خیلی مخلصم. شب همگی بخیر. مشهد بیان، دیوار ما مشهد بیان، ناموسن، مشهد بیان، خدا حافظ. هر کی آمد زنگ بزنه. خدا حافظ. آقا هر کی تو لایف بود و گوش داد و اینا هم دستش درد نکنه دیگه، ما داریم کم کم رفع زحمت میکنیم.